درود بفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم. هموطنان عزیز و ارجمند و آگاهم، از سالها بعد از مرگ استالین مشخص بود که مرام کمونیستی یا عرض کنم که افکار کمونیستی و آنچه که در هر حال 70 سال در دنیا به عنوان جریانات ظاهراً برابری مساوات شناخته میشد برقرار نخواهد ماند. استالین که مرد، کم کم کسانی که پشت سر همدیگه جای استالین می نشستند و یا یک ترکیبی از هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی ترتیب می دادند به غرب گرایی روی آوردند، نه ظاهراً در باطن به مردمشون همون قضایای کمونیستی را تبلیغ و تلقین می‌کردند، اما آرام آرام آخرین اتومبیل‌های ساخت غرب در گاراژ خانه‌های پنهانی آنها، ویلاهای آنها در کنار دریا، در کنار رودخانه‌ها، در میان جنگل‌ها دیده می‌شد. در هر حال ضروری نیست که همه ماجرا را بخواهم شرح دهم. اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، بلافاصله یک آدم دائم الخمر بر جای استالین تکیه زد و بعد از آن یک آدم میانه رو یا آدم معقول مثل آقای گورباچوف آمد و بقیه قضایا را میدانید. از آن زمان به بعد غرب زیاد خواه شد، غرب مغرور شد، غرب تصور کرد که در این جهان دیگر هیچ قدرتی قادر نیست سد برنامه ها و نقشه های دور و درازی شود که یک حلقه از ثروتمندترین آدم های جهان در پشت پرده برای رؤسای جمهور طراحی میکنند و رئیس جمهور آمریکا وظیفه‌اش پیاده کردن آن دستوراتی است که از غیب میرسد، از پشت پرده میرسد، از یک جای نامعلوم میرسد. خب این چنین است که ما امروز میبینیم دنیای ما دنیای بس خطرناکی شده است. ناگهان پوتین ظهور میکند، پوتینی که دوران جوانیش را در کاگبه گذرانده، در آلمان شرقی بوده، در جریان جنگ بوده، تجارب فراوان داره و از آن گذشته ذاتاً یک آدم محکم و قوی است. نقطه مقابل آقای اوباما، یک آدم محکم و قوی. او آمد گفت گذشت دیگه آن زمانی که غرب هر کاری میخواست بکند میکرد، اینک ما هستیم، ما سهم خودمون را از جهان میطلبیم. این چنین شد که برنامه های آمریکا جا به جا و گام به گام و قدم به قدم دنیا را به صورت اسفناک امروزی در آورد. اروپایی ها ظاهراً همراه و همگامند با آمریکا، اما تردید نکنید که آنها به دلیل تعقل، به دلیل خرد، به دلیل اینکه مردانشون سیاستمدارانشون مثل سیاستمداران آخوندی نیست، منافع کشورشون و منافع مردمشون را مد نظر قرار میدهند. این نیست که چشم بسته و گوش بسته نوکر آمریکا شوند. خب شرایط امروزی شرایطی بس وحشتناک است، بس خطرناک است. وقتی که این موشک های 300S در ایران پیاده می شود و خبرگزاری ها می گویند که دیگر تحویل داده شد و این موشک ها قادرند تا عرض کنم 170 کیلومتر جلوتر هر موشکی را در هوا، در زمین، در دریا منهدم کنند، آن هم در آن واحد چندین و چند موشک را، طبیعی است که یک حکومت آخوندی واپسگرای توهی مغزی که جز منافع شخصی، نه منافع ملی، منافع شخصی چیز دیگری نمی بیند، اون وقت دست به طغیان بزند.
اون وقت رهبرش بیاید بگوید که ما در شرایطی هستیم که اگر به ما حمله شود فقط دفاع نمی کنیم بلکه حمله می کنیم، پاسخ می دهیم. خب همگان باز به یاد دارید که در نظام گذشته ما به کشورهای متعددی وام می دادیم. حتی یک کشوری مثل انگلستان از ما 1 میلیارد دلار وام گرفت که در جریان همین انقلاب آخوندی خورده شد رفت آن 1 میلیون دلاری که از ایران وام گرفته بود. ما وام می دادیم. چرا؟ چون محکم بود حکومت ما، چون شرایط تولیدی ما شرایط قابل قبولی بود برای دنیا. ما درآمد ارزی داشتیم، ما درآمد اقتصادی داشتیم، ما صادر می کردیم. همان روسیه با اون قدرت کفش ملی ما رو خریداری می کرد، پیکان ما به بسیاری از کشورهای عربی که هنوز به صورت امروزی در نیامده بودن صادر می شد. پاکستان از ما اتوبوس و عرض کنم پیکان و ژیان و این حرفا رو خریداری می کرد. پس ثروتمند بودیم، پولدار بودیم. امروز خود دولت حکومت اسلامی به اصطلاح دولت یعنی پادوهای آقای خامنه ای اعلام میکنند که شرکت ملی نفت ایران 700 میلیارد دلار به دنیا بدهکار است. 700 میلیارد دلار چاره ای نداشته است جز اینکه دست گدایی دراز کند و یا نه قدرتی نداشته است که پول نفتی را که فروخته پولش را پس بگیرد و یا نه چون وارد نبودند، چون رهبرشان آقای خمینی رسما و علنا گفته بود اقتصاد مال خره است، اقتصاد را نمیشناسند، جهانیان بهره برداری کردند به نفع کشورهاشان و مردمشان و ما ایرانی ها سرمان بی کلاه مانده است. گرسنه ایم، دچار فقریم. کار به جای رسیده است که وقتی وزیر دادگستری رژیم، وزیر دادگستری آقای روحانی میگوید من افتخار میکنم که 3-4 هزار ایرانی را کشتم، مردم در داخل ایران اسمش را میگذارن که به جای وزارت دادگستری وزارت جنایتگستری. دهان به دهان میگردد، سینه به سینه نقل میشود. مردم بیدار شدند، مردم آگاه شدند. خاصه بانوان ایرانی پیشگام مبارزات شدند. اینو همه دنیا میدانند، همه دنیا میدانند. به هر طریقی که خواستند زن ایرانی را مثل مرد ایرانی ذلیل کنند نتوانستند. برعکس زن ایرانی مثل پولادی که آب میبینند روز به روز قوی تر شد، روز به روز شجاعتر شد. خب در این شرایط است که ما نگاه میکنیم میبینیم که این نوکیسه های ایرانی، اینهایی که در جریان این 35-36 سال میلیارد میلیارد پول بالا کشیدن، چون دیگر چیزی ندارن که با آن بتوانن خودشون رو سرگرم کنن، کاخهای آنچنانی دارن با امکاناتی که در خود همین آمریکا هم کمتر دیده میشون، اتومبیل‌های آنچنانی دارن به طوری که حتی در دبی و عرض کنم که کشورهای عربی نظیر اون اتومبیل‌ها دیده نمیشون. هر آنچه که میخواهند چون پول دارند وارد میکنند به صورت اختصاصی برای خود و خانوادشان، صرف نظر از اینکه مردم گرسنه‌اند، بدبختند، کارتون خوابند. اینها حالا افتادن به جان خرید حیوانات کمیاب و نایاب. یوز پلنگ ایرانی یکی از حیوانات نایاب در دنیاست. اینها به شکارچیان پول میدهن برمن بچه های یوز پلنگ ها را بگیرن بیارن اینها در خانهشان نمایش بدن. وقتی مهمان میآید بچه ها با یوز پلنگ بازی کنن، با بچه یوز پلنگ. و یا نه بدتر از این،
به شکارچیان روسی جواز میدهن که بیان همه آنچه را که ما در طول سالیان دراز از زمان رضا شاه تا زمان انقلاب منحوس حفظ کرده بودیم از نظر مسائل طبیعت و پرورش داده بودیم و تکثیر کرده بودیم، مثل شیر کوهی و مثل همین یوزپلنگا، همه را شکار کنن و ببرن. بسیاری از این آخوندها در حیات خلوتشان آهو نگهداری میکنن، به جای اینکه بروند گوشت گاو و گوسفند از قصابی بگیرن، هفته یکی دوتا آهو سر میبرن. یعنی عقده ها اینجوری بیرون ریخته میشوند در برابر چشمان مردمی که نه کار دارن، نه آینده دارن، نه فردا دارن. خب در کنار این مسائل که اجتماعی است، فرهنگی است، مسائل سیاسی مطرح است. یعنی شرایط جهانی در ترکیه، در سوریه، در ایران ما، در عربستان به جایی رسیده است که هر لحظه ممکن است خطر درگیری به وجود آید. هر لحظه بروید بخوانید جریان عربستان را در زمانی که کوروش کبیر یهودیان را آزاد کرد از عرض کنم که جاهایی که اسیر بودن، بروید ببینید که در مکه عربای پابرهنه بودن، در مدینه اسرائیلیایی بودن که کوروش کبیر آنجا اینها را سامان داده بود، ساکن کرده بود در آنجا. و بروید مطالعه کنید ببینید ماجراهای امروزی از چه زمانی آغاز شد. از زمانی که مردم مدینه، یعنی اسرائیلیای مقیم مدینه، چگونه برای اعراب پیامبر تراشی کردند، محمد خلق کردند، محمد آفریدند، به محمد آموختند که چگونه میتواند اعراب را عرض کنم که راهنمایی کند. اینها را اگر ریشه یابی کنید متوجه می شوید که شرایط امروز چیست، متوجه می شوید که از این ور می گویند مرگ بر اسرائیل، اسرائیل را نابود می کنیم، از اون ور پشت پرده با هم معامله می کنند و هزار مسئله دیگر. همه این جریانات بستگی به همت شما مردم دارد. سال 88 همت کردید یا آدم بی همتی مثل آقای اوباما اینجا بود؟ نه فقط چشمهاش را بست، که قبلا خدمتتان گفتم به سازمان سیایش دستور داد اصلا دخالت نکند، چشمهاش را روی حرکت مردم ایران ببندد، حتی یک اعلامیه طرفداری از حرکت مردم ایران صادر نکرد. یعنی همان راهی را رفت که آقای کارتر رفت. چرا؟ برای اینکه میخواست یک قراردادی را امضا کند به نام برجام که در تاریخ اسمش بماند. حالا یک ملتی مثل ملت ایران فدا میشود، فنا میشود، برای آقای اوباما مهم نبود. این چنین است که عرض میکنم در شرایط امروز، شرایطی که آقای پوتین برای روسیه به وجود آورده، یعنی یک قدرت محکم در آنجا، شرایطی که در جهان حاکم است، این حرکاتی که حکومت اسلامی بعد از گرفتن این موشک‌های S-300 در خلیج فارس انجام می‌دهد، به گونه ای که فرماندهان نیروی دریایی آمریکا می‌گویند هر لحظه ممکن است خطر برخورد به وجود بیاید، و ما می‌دانیم که اولین برخورد در اون منطقه چه ماجرایی را خلق خواهد کرد. چگونه نجات پیدا می‌کنیم؟ طبق معمول آنچرا که همیشه گفتم و همواره گفتم و تکرار کردم، اینکه برخلاف آنچه که آقای خمینی به شماها آموخ و تلقین کرد و تبلیغ کرد، جاسوس همدیگر نباشید، همدیگر را لو ندهید، بلکه برعکس به هم نزدیک شوید، همدل شوید، همراه شوید. روزی که دستهایتون در دست هم قرار گرفت، آن روز روز نجات شما و کشور باستانی ما ایران خواهد بود. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم.
بدرود.